هفته پیش ایده کاشت نهال در 13 به در با استقبال حمایت خیلی از شماها روبرو شد. مثلا یکی از دوستامون به اسم سحر گفت به علاوه 13 به در حتی میتونیم با هر بار پیکنیک رفتنم یک نهال به طبیعت هدیه بدیم. سحر عزیزم، ممنون از ایده خوبت. به نظر منم هر کدوم از ما با عمل به گفته هامون باید مسئولانه تر از خونه مشترکمون زمین حمایت کنیم و این امانت سبز رو حتی سبزتر به نسل بعد تحویل بدیم. امروز میخوام داستانی رو براتون تعریف کنم که فکر کنم برای شما هم جالب باشه. ماجرا از این قرار بود که بارها تو محلمون یه آقایی رو میدیدیم که داره تو سطل آشغال سرک میکشه. البته این فقط من نبودم که همچین صحنه رو دیده بود. مامانم، شایان و بابام هم دیده بودنش. نمیدونم آدمی با این کمالات چرا این کارو میکنه. شایان معتقد بود که احتمالاً خیلی خیلی معتاد و بی‌خانمانه و دنبال یه قضا میگرده. چی بگم والا، ظاهرش از بابام هم آراسته تر بود. مامانم میگفت احتمالاً حلقه ازدواجش گشاده. هر وقت میاد آشغالا رو بندازه، حلقه از انگشتش میفته وسط آشغالا. اینم نتیجه دیدن سریاله عشقیه. بابام که دیگه آخر تئوری جنایته میگه اون آقا حتما مجرمه. مجرمم همیشه به محل جرم برمیگرده. جرم؟ اونم تو سطل آشغال شهرداری؟ راستش عقل خودم هم به جای قد نداد، مگر اینکه فکر کنم ایشون دچار اختلالات روانیه. چه میدونم، یه چیزی مثل سندروم سطل آشغال یا خود سطل آشغال بینیم یا یه چیزی تو این مایه ها. ها؟ آشغال آرت؟ اینی که چه اسمی برای نمایشگاه؟ برم ببینم چه خبره. اینجا چقدر قشنگه، چه ایده های جالبی. وای این جامدادی رو ببین، حیفای آقای سلو آشغال بینی. فل واقع همه آثاری که تو این نمایشگاه میبینید از بازیافت بطری ها و ظروف یه بار مصرف تهیه شده. هدف سازمان ما کمک به محیط زیستم هست. ما از این راه فرهنگ سازی هم میکنیم. هرچند امروز از پیشتاوری خودم و خانوادم نسبت به اون آقا حسابی شرمنده شده بودم، ولی با خرید این جامدادی قدمی در حمایت از محیط زیست شهرم برداشتم. نظر شما چیه؟ فکر میکنین چه راههای دیگه ای هست که بشه با مشارکت در اونها به سلامت محیط زندگیمون کمک کنیم؟ نظرتونو برام بنویسید.